نماینده دیکتاتوری تروریستی آخوندها در کنفرانس حکومت مالکی در بغداد زوزه های وحشت و یاوه های پربلاحت علیه سازمان مجاهدین خلق ایران وقتی که نوری مالکی گماشه اختاپوس بنیادگرایی و تروریسم کنفرانس مبارزه با تروریسم برگزار می کند جای تعجب نیست که نماینده بانکدار مرکزی تروریسم هم در میان سخنرانان باشد اما آنچه که جالب توجه است زوزه های دیپلمات تروریست ارسالی به خاطر در همشکستن برچسب تروریستی علیه مجاهدین است با اینکه از سوی ولی فقیه ارتجا عجز و لابه می کند که چرا جامعه جهانی مجاهدین را از لیست خارج کرده و خواستار امنیت و حفاظت آنها در مقابل حملات و جنایات خامن ای مالکی شده است توجه شما را به یاوه های مرتزا سرمدی که تحت عنوان معاون وزارت خارجه رژیم در این کنفرانس شرکت کرده و سخنانش را به زوزه های وحشت نظام از قربانی شدن یعنی سرنگون شدن محتوم به دست خلق قهرمان ایران و مجاهدین خلق ایران اختصاص داده است جلب می کنیم. تلویزیون حکومتی مالکی در عراق 12 مارس 2014 21 اسفند اظهارات معاون وزارت خارجه نظام ایران جمهوری اسلامی ایران خودش یک برخورد دوگانه غرب و برخی کشورهای منطقه متحمل شده است مایلم در اینجا حجم برخی از این اقدامات را به شکل زیر توضیح بدهم اولا حذف سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست گروه های تروریستی و فراهم آوردن فضای امن برای آنها به منظور ادامه فعالیتهایش در خاک کشورهای غربی به شکل برجستهی بیانگر عدم صداقت این دولت ها می باشد که از دموکراسی برای فراخان به مبارزه با تروریسم حمایت می کنند. این در شرایطی است که این گروه بر ضرورت حفاظت از کادرهای در سحنش تأکید می کند و بر استمرار روش های ارتکاب خشونت تأکید می کند. چیزی که سلامتی و امنیت آنها را با مشکل مواجه می کند. اجرای صد تهاجم مسلحانه از سوی گروه هایی که از سوی قرب پشتیبانی می شوند در یکی از مناطق مرزی ایران در استان سیستان و بلوچستان که منجر به شهادت و ربوده شدن دهاتن از مردم و نیروهای نظامی و امنیتی شد سالسان عملیات تروریستی مستمر بر روی سیاسی و دیپلماتیک ایرانی جمهوری اسلامی ایران جامعه جهانی را به کمک به ابتکار عمل جهانی بر علیه خشونت و بنیادگرایی فرا میخواند عمل خشونت آمیز و بنیادگرایی دو مهنت بزرگی هستند که با یکدیگر مرتبط هستند و امنیت و روش را در جهان اسلام هدف قرار دادند و اسلام و امنیت بینون را در معرض خطر قرار دادند خبرگزاری سپاه پاسداران 22 اسفند 92 مرتزا سرمدی قائم مقام وزیر امور خارجه کشور که به عراق سفر کرده است با نوری مالکی دیدار و تبادل نظر کرد. در اجلاس مبارزه با تروریسم در بغداد سرمدی جمهوری اسلامی ایران را از قربانیان تروریسم و برخورد دوگانه غرب و برخی کشورهای منطقه در مبارزه با این پدیده شوم دانست. و خارج نمودن مجاهدین از فهرست گروه های تروریستی حملات مسلحانه در مناطق سیستان و بلوچستان و حملات متعدد تروریستی علیه نمایندگی های سیاسی و دیپلومات های ایرانی در خارج کشور را نمونه هایی از اقدامات تروریستی و برخورد دوگانه با این پدیده در رابطه با کشور دانست.